کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تفسیر خواب. تفسیر خواب اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. صفحه 346. رؤیاکار غالباً به خلق یک ساختار ترکیبی که نسبتاً هسته مشخصی دارد و با شماری صفات کمتر مشخص همراهی می شود رضا می دهد. در این صورت ممکن است گفته شود فرایند اتحاد در یک تصویر واحد به ثمر نرسیده است. دو بازنمایی روی هم قرار می گیرند و چیزی درست می کنند که در ماهیتش تضاد میان دو تصویر دیداری نهفته است. انسان ممکن است در یک نقاشی نیز به بازنمایی های مشابه برسد، در صورتی که انسان بپوشد طرزی را که تصور کند که در آن یک مفهوم کلی از شماری از تصاویر ادراکی منفرد ساخته شود. رویاها البته انبوهی از این ساختارهای ترکیبی هستند. من نمونه هایی از آنها را رویاهایی که پیش از این تحلیل کرده ام ارائه کرده ام و حال شماری بران می افزایم. در رویای گزارش شده در صفحه 336، همچنین در صفحه 340 و به طور مفصلتر در 370 که مسیر زندگی بیمار را در زبان گلها توصیف می کند، رؤیا من شاخهی پرشکوفه در دست داشت که همانطور که دیده ایم هم نماد افاف و هم رسوایی جنسی هر دو بود. شاخه به خاطر طرزی که شکوفه ها روی آن قرار داشت، رؤیابین را به یاد شکوفه ی گیلاس نیز افکند. شکوفه ها خود به طور منفرد کاملیا بودند و علاوه بر این تأثیر کلی از آن رشدی غریب بود. عامل مشترک در میان عناصر این ساختار مرکب به وسیله رؤیا افکار نشان داده شد. شاخه پرشکوفه از اشاراتی به هدایایی ساخته شده بود که برای برسر لطف آوردن او با کوشش برای برسر لطف آوردن او به او داده بودند. از این رو در خردسالی گیلاس گرفته بود و بعدها در بزرگسالی گل کاملیا، در حالی که قریب اشاره‌ای بود به یک طبیعتگرای بسیار سفر کرده که کوشیده بود با یک گل نقاشی نظر او را جلب کند. یکی دیگر از زنان بیمار من در یکی از رویاهایش چیزی ایجاد کرد میان یک رختکن در کنار دریا، یک صندوقخانه بیرونی در روستا و یک اتاق زیرشیروانی در خانه شهری.
دو عنصر نخست به طور مشترک ارتباطی با مردم اوریان و بیلباس دارند و ترکیبشان با عنصر سوم به این نتیجه گیری راه می برد که در دوران طفولیتش یک اتاق زیر شیروانی صحنه درآوردن لباس نیز بود. رؤیابین دیگری مردی یک مکان مرکب از دو مکان که در آنها درمان حاصل می شود ساخت. یکی از آنها اتاق مشاوره من بود و دیگری مکانی تفریحی که برای اولین بار با زنش در آنجا آشنا شده بود. دختری پس از آنکه برادرش به او وعده یک مهمانی خاویار داده بود، به رؤیا دید که پاهای همین برادرش تماماً پوشیده بود از دانه‌های سیاه خاویار. عنصر سرایت به مفهوم اخلاقی و خاطره کهیر در کودکیش که تمام پاهایش را با لکه‌های قرمز به عوض دانه‌های سیاه پوشانده بود، ترکیب شده بود با دانه‌های خاویار در مفهومی جدید، یعنی مفهوم آنچه از برادرش گرفته بود. در این رؤیا، همانطور که در دیگر رؤیاها با اعضای بدن انسان همانند اشیا برخورد می‌شود، در رؤیایی که فرنزی 1910 آن را ثبت کرد، یک تصویر مرکب حادث شد که از چهره یک دکتر و یک اسب ساخته شده بود که ملبس به لباس شب نیز بود. عنصر مشترک در این سه جزء در تحلیل هنگامی مشخص شد که زن بیمار تشخیص داد لباس شب اشاره‌ای به پدرش در صحنه از دوران کودکیش است. در تمام این سه مورد موضوع کنجکاوی جنسی در میان بود. هنگامی که وی طفلی بود، پرستارش اغلب او را با خود به یک مرکز نظامی تخم‌کشی اسب می‌برد، جایی که در آن فرصت‌های بسیاری برای ارضای آنچه در آن زمان کنجکاوی هنوز من ناشده‌ای بود در اختیار وی بود. من پیشتر در صفحه 339 گفتم که رؤیاها وسیله‌ای برای بیان رابطه میان دو قطب یک تناقض، یک ضدیت یا یک نه ندارند. من حال اولین انکار این مدعا را ارائه خواهم کرد. یک طبقه از مواردی که میتوان تحت عنوان ازداد قرار داد، همانطور که در صفحه 342 دیده ایم، صرفاً به وسیله همانندسازی بازنمایی میشوند، یعنی مواردی که در آنها تصوری از یک تعویض یا جانشینی میتواند در ارتباط با ضد خود قرار گیرد. من تعدادی از نمونه های این امر را به دست دادم. طبقه دیگر از داد در رؤیا افکار که در مقوله‌ای جای می‌گیرد که می‌توان آن را به طور معکوس یا درست برعکس خواند. به شیوه شایان توجه زیر که تقریباً مستحق آن است که جوک خوانده شود، به رؤیاها راه پیدا می‌کند. درست برعکس، خود در رؤیا محتوا بازنمایی نمی شود، ولی حضور خود را در مصالح از طریق این واقعیت آشکار می کند که قطعی از رؤیا محتوا که قبلاً ساخته شده است و به دلایل دیگری در جوار آن واقع می شود، گویی به وسیله یک تصمیم بعدی معکوس می شود. این فرایند را با نمایش بهتر از توصیف می توان روشن کرد. در رویای جالب بالا و پایین، صفحه 304، بازنمایی بالا رفتن در رویا عکس آن چیزی بود که در قالب الگوی نخستینش در رویا افکار حضور داشت، یعنی در صحنه آغازین صافوی دیدرو. در رویا بالا رفتن در آغاز دشوار بود، ولی بعد آسان‌تر شد، در حالی که در صحنه دیدرو ابتدا آسان بود و بعد مشکلتر و مشکلتر شد. علاوه بر این، بالا و پایین در رابطه رؤیابین با برادرش به طور معکوس در رؤیا بازنمایی شد. این به حضور یک رابطه معکوس شده یا متضاد
میان دو قطعه از مصالح در رؤیا افکار اشاره داشت و ما آن را در خیال پروری کودکی رؤیابین یافتیم که دایه‌اش او را سر دست می برد که عکس وضعیت در داستان بود که قهرمان معشوقش را سر دست می برد. همینطور در رؤیای من درباره حمله گوته به آقای مین به صفحه 467 رجوع کنید. یک درست برعکس مشابه وجود دارد که می باید از حالت معکوس به در آید تا رؤیا بتواند به طرز موفقیت آمیزی تفسیر شود. در وضعیت واقعی که در رؤیا افکار مندرج بود، مردی سرشناس، دوستم فلیس، مورد حمله یک نویسنده جوان ناشناخته قرار گرفته بود. در رؤیا من بر پایه تاریخ مرگ گوته محاسبه‌ای کردم در واقعیت. محاسبه بر پایه سال تولد بیمار افلیج صورت گرفته بود. اندیشه‌ای که معلوم شد نقش قاطعی در رؤیا افکار داشت. مخالفتی بود با این تصور که با گوته باید به گونه ای رفتار می شد که گویی دیوانه بود. درست برعکس، معنی اساسی رؤیا چنین گفت: اگر شما کتاب را نمی فهمید، این تو منتقد هستی که خبط کرده ای و ننویسنده. علاوه بر این، من فکر می کنم تمام این رؤیاها که چیزها را وارونه می کنند، حاوی اشاره‌ای به معنای ضمنی اهانت آمیز پشت خود را به چیزی کردن است. فی‌المثل پشت کردن رؤیابین در ارتباط به برادرش در رؤیای سافو صفحه 37. علاوه بر این، جالب است مشاهده این که تا چه اندازه پیاپی معکوس‌سازی دقیقاً در رؤیاهایی به کار گرفته می شود که از تکانه های همجنس خواهانه فرو خورده ناشی شده اند. از قضا وارونه کردن یا چیزی را به ضدش تبدیل کردن یکی از وسایل بازنمایی است که بسیار مورد علاقه رؤیاکار است و آنی است که قادر است در جهات بسیار مختلفی به کار آید. در مرتبه اول این وسیله در خدمت بیان تحقق یک آرزو در ارجاع به عناصر مشخصی در رؤیا افکار است. کاش فقط جور دیگری بود. این اغلب بهترین راه بیان واکنش من ایگو نسبت به خاطره‌ای ناخوشایند است. باز معکوس سازی کاربرد بسیار خاصی در کمک به سانسور دارد، چون انبوهی از تحریف در مصالحی که باید بازنمایی شود به بار می آورد و این مسلماً اثر فلج کنندهی بیش از همه در هر کوششی در فهم رؤیا دارد. به این دلیل اگر رؤیای سرسختانه از آشکار کردن معنایش سر باز زند، همواره شایسته است به تأثیر معکوس کردن عناصر خاصی در محتوای آشکارش توجه کنیم که غالباً پس از آن تمام وضعیت بالا بلا استفاده روشن می شود. و جدای از معکوس سازی موضوع، معکوس سازی زمانی نباید فروگذار شود. یک روش بسیار عام رؤیا تحریف عبارت است از بازنمایی پیامد رویدادی یا نتیجه رشته فکری در آغاز یک رؤیا و در پایان قرار دادن مقدماتی که بر پایه آنها نتیجه استوار بود یا موجباتی که به آن رویداد ختم شد. هر کسی که به خاطر نیاورد این روش تکنیکی به وسیله رؤیا تحریف به کار گرفته می شود، هنگامی که با وظیفه تفسیر یک رؤیا روبرو شود در خواهد ماند. توضیح حاشیه پانوشت افزوده 1909. حملات هیستریایی گاهی از همین نوع معکوس‌سازی زمانی برای پنهان کردن معنایشان از ناظران استفاده می کنند. برای مثال دختری هیستریایی احتیاج داشت چیزی شبیه یک رمانس کوتاه را در
در یکی از حملاتش بازنمایی کند. رمانسی که او خیالش را پر از و پس از روبرو شدن با کسی در راه آهن هومه در ناخودآگاه پرورده بود. او تصور کرد چطور مرد مجذوب زیبایی پایش شده بود و با او هنگامی که در حال خواندن بود سخن گفته بود و با هم پیاده شده بودند و یک صحنه عاشقی پرشور به وجود آورده بودند. حمله او با بازنمایی این صحنه عشقی آغاز شد. با پیچ و تاب‌های تشنجی بدنش و همراه جنبش‌های لب‌هایش که بوسیدن را بازنمایی می‌کرد و محکم فشردن دست‌ها برای بازنمایی در آغوش کشیدن. او سپس به اتاق مجاور دوید، بر صندلی نشست، دامنش را بالا کشید تا پایش را نشان بدهد. تظاهر به خواندن کتابی کرد و با من حرف زد، یعنی به من پاسخ داد. افسوده 1914. ببینید در این باره آرتیمیدرو چه میگوید. در تفسیر تصاویر دیده شده در رویاها، انسان باید گاهی آنها را از آغاز تا پایان دنبال کند و گاهی از پایان تا آغاز. ادامه متن. در واقع در برخی موارد درک معنای رویا تنها پس از آن ممکن است که چندین و چند بار به معکوس سازی محتوای آن از جنبه‌های مختلف مبادرت کرده ایم. برای مثال در مورد یک جوان روان نژند وسواسی، در پس یکی از رویاهایش خاطره آرزوی مرگ پدرش در کودکی که از او می‌هراسید پنهان بود. متن رویا از این قرار است: پدرش او را به خاطر دیر آمدن به خانه دشنام می‌داد. معهازا بافتی که در آن رویا می‌داد در درمان روانکاوانه و تداعی‌های رویابین نشان داد که حرف اصلی باید این بوده باشد که او از پدرش عصبانی بود و به نظر او پدرش همیشه خیلی زود به خانه می آمد. او ترجیح می داد پدرش اصلا به خانه نیاید و این همان آرزوی مرگ پدرش بود. چون زمانی که پسر کوچکی بود در خلال غیبت موقت پدرش مرتکب خشونت جنسی علیه کسی شده بود و برای تنبیه با این کلمات تهدید شده بود: فقط صبر کن پدرت برگردد. اگر بخواهیم به پژوهشمان در باب روابط میان رؤیا محتوا و رؤیا افکار بیشتر بپردازیم، بهترین راه این خواهد بود که خود رؤیاها را به مثابه نقطه عزیمتمان بگیریم و ببینیم چه ویژگی‌های شکلی مشخصی در شیوه بازنمایی در رؤیاها در ارتباط با افکاری که زمینه ساز آنهاست معنا می‌دهد. از میان این ویژگی‌های شکلی که نمی‌توانند ما را در رؤیاها متأثر نکنند، مهم‌ترین تفاوت‌هایی هستند در شدت حسی میان تصاویر رؤیا و در وضوح بخش‌های خاصی از رؤیاها یا کل رؤیاها هنگامی که با هم مقایسه می‌شوند. تفاوت‌ها در شدت میان رؤیا تصاویر در برگیرنده کل طیفی است از وضوح بسیار که احساس می‌کنیم مایلیم بی‌شک به طرز غیر قابل توجیهی بزرگتر از واقعیت محسوب داریم. ابهامی ناراحت کننده که ما ویژگی رؤیاها می‌دانیم، چون به هیچ روی قابل مقایسه با وضوحی نیست که با آن اشیاء واقعی را ادراک می‌کنیم. علاوه بر این ما معمولاً حسی را که از چیزی ناواضح در رؤیایی داریم گذار توصیف می‌کنیم، در حالی که احساس می‌کنیم آن رؤیا تصاویری را که واضح‌تر هستند در زمانی طولانی‌تر دریافت کرده‌ایم. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه در مصالح رؤیا افکار هست که این تفاوت‌ها را در وضوح تکه‌هایی خاص در محتوای یک رؤیا رقم می‌زند. ما باید با مخالفت با توقعات خاصی که تقریباً به طور اجتناب ناپذیری خود را مطرح می‌کنند آغاز کنیم. از آنجایی که مصالح یک رؤیا ممکن است احساس‌های واقعی تجربه شده در خلال خواب را در خود جای دهد،
احتمالاً گمان خواهد شد که اینها یا عناصری در رؤیا که از اینها مشتق شده اند در رؤیا محتوا برجستگی می‌یابند، یعنی با شدت خاصی ظاهر می‌شوند، یا به عکس هر آنچه با وضوح خاصی در رؤیایی عیان می‌شود می‌تواند تا احساس‌های واقعی در خلال خواب ردیابی شود. بنابر تجربه من محاضا این هرگز تایید نشده است. چنین نیست که عناصر یک رؤیا که از حس‌های واقعی در خلال شب یعنی از محرک‌های عصبی مشتق می‌شوند از رهگذر وضوحشان متمایز از عناصر دیگری شوند که از خاطرات برمی‌خیزند. عامل واقعیت در تعیین شدت رؤیا تصاویر به حساب نمی‌آید. باز ممکن است انتظار رود که شدت حسی یعنی وضوح رؤیا تصاویر خاص به شدت روانی عناصر رؤیا افکاری که به آنها مربوطند بستگی داشته باشد. در رؤیا افکار شدت روانی مقارن با ارزش روانی است. عناصر بسیار شدید، عناصر بسیار مهم نیز هستند. آنهایی که به مطلب محوری رؤیا افکار شکل می دهند. این حقیقت دارد و ما می دانیم که اینها دقیقاً عناصری هستند که به دلیل سانسور نمی توانند معمولاً به محتوای رؤیا راه یابند. با وجود این به خوبی ممکن است مشتقهای بلافصلشان که آنها را در رؤیا بازنمایی می کنند دارای شدت بیشتری باشند، بیان که لزوماً به این دلیل مرکز رؤیا شوند. ولی این توقع نیز برآورده نمی شود. مطالعه تطبیقی رؤیاها و مصالحی که از آنها نتیجه شده اند این توقع را برآورده نمی کند. شدت عناصر در یکی ربطی به شدت عناصر در دیگری ندارد. واقعیت این است که یک تداخل ارزش‌گذاری یا یکسان‌بینی ارزش‌های روانی به طور کامل میان مصالح رؤیا افکار و رؤیا صورت می‌گیرد. یک مشتق مستقیم از آنچه جایگاهی رفیع در رؤیا افکار اشغال می‌کند غالباً تنها زمانی می‌تواند کشف شود که دقیقاً در برخی عناصر گذرای رؤیا که کاملاً تحت شعاع تصاویر نیرومندتر قرار گرفتند آن را بیابیم. شدت عناصر یک رؤیا اما به گونه‌ای دیگر و به وسیله دو عامل مستقل تعیین می‌شود. در مرتبه نخست آسان است دیدن اینکه عناصری که به وسیله آنها آرزو تحقق بیان می‌شود با شدت خاصی بازنمایی می‌شوند. به صفحه 595 رجوع کنید. و در مرتبه دوم تحلیل نشان می‌دهد که واضح‌ترین عناصر یک رؤیا نقطه شروع رشته فکرهای بیشتری هستند و اینکه واضح‌ترین عناصر همچنین آنهایی هستند که مؤلفه‌های بیشتری دارند. ما معنی این مدعای تجربه بنیاد را تغییر نخواهیم داد اگر آن را بدین گونه بیان کنیم. بیشترین شدت را آن عناصری از رؤیا نشان می‌دهند که در تکوینشان بیشترین میزان تراکم به کار رفته است. رجوع کنید به صفحه 630. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که عاقبت بتوان این مؤلفه و مؤلفه دیگر یعنی رابطه با آرزو تحقق را در فرمولی واحد بیان کرد. مسئله‌ای که همکنون بدان پرداخته ام دلایل شدت یا وضوح کمتر یا بیشتر عناصر خاص یک رؤیا نباید با مسئله دیگر خلط شود که به وضوح متغیر کل رؤیاها یا بخش‌هایی از رؤیاها مربوط است. در مورد قبلی وضوح در تباین با ابهام است، ولی در مورد فعلی در تباین با اغتشاش. محاذا شکی نمی‌توان داشت که افزایش و کاهش کیفیات در هر دو مقیاس شبیه همان. بخشی از رؤیایی که ما را به خاطر وضوحش شگفت زده می کند معمولاً دارای عناصر شدید است. رؤیایی که مبهم است از سوی دیگر از عناصری با شدت اندک تشکیل شده است.
محاضا مسئله‌ای که از رهگذر مقیاسی ایجاد شده که از آنچه آشکارا واضح است تا آنچه مبهم و مغشوش است می‌رود، بسیار پیچیده تر از مسئله درجات متغیر وضوح رؤیا عناصر است. در واقع به دلایلی که بعداً معلوم خواهد شد، مسئله اول هنوز نمی‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در معدودی موارد ما با شگفتی در میابیم که حس وضوح یا ابهام که رؤیایی ایجاد می‌کند، ربطی به ساخت خود رؤیا ندارد، بلکه از مصالح رؤیا افکار برمی‌خیزد و جزء سازنده آن است. مثلا من رؤیایی را به خاطر می‌آورم که پس از بیداری مرا شگفت زده کرد، بس که خوش ساخت، بی‌نقص و روشن بود، و من که هنوز گیج خواب بودم به ارائه مقوله جدیدی از رؤیاها اندیشیدم که در معرض مکانیزم‌های تراکم و جابجایی نبودند، بلکه باید به مثابه خیالات در خلال خواب توصیف می شدند. بررسی دقیق‌تر نشان داد که این پدیده نادر در میان رؤیاها همانند باقی رؤیاها دارای همان رخنه‌ها و گسست‌ها در ساختار خود است و به این دلیل از مقوله رؤیا خیالات دست کشیدم. محتوای رؤیا هنگامی که بدان رسیدم مرا بازنمایی می‌کرد که در برابر دوستم فلیس یک نظریه دشوار و از دیرباز جستجو شده در باب هر دو جنس خواهی را قرار می‌دادم و نیروی تحقق بخشنده آرزو در رؤیا مسئول این امر بود که ما این نظریه را که از قضا در رؤیا مشخص نبود روشن و بی‌نقص دانستیم. از این رو آنچه من قضاوتی درباره تمام رؤیا قلمداد کرده بودم، عملاً یک بخش و حقیقتاً یک بخش اساسی از رؤیا محتوای پنهان بود. رؤیاکار در این موارد به افکار بیداری نخستینم به عبارتی دست‌اندازی کرده بود و به من به مثابه قضاوتی درباره رؤیا بخشی از مصالح رؤیا افکار را منتقل کرده بود که موفق نشده بود به درستی در رؤیا بازنمایی شود. من زمانی به رؤیایی دقیقا مشابه با اینکه از آن یکی از زنان بیمار من بود در خلال تحلیل برخوردم. در ابتدا او به کلی از نقل آن طنز زد چون بسیار مبهم و مفشوش بود. عاقبت در حالی که مدام اعتراض می‌کرد که او به هیچ روی اطمینان ندارد شرحش درست باشد، گفت که چند تن به رویای او آمده بودند، خودش، شوهرش و پسرش، و اینکه او گویی ندانسته بود آیا شوهرش پدرش بود یا پدرش که بود یا چیزی شبیه اینها. این رویا در کنار تداعی‌هایش در خلال جلسه تحلیلی با قاطعیت نشان داد که این موضوع حکایت به نوعی پیش پا افتاده دختر مستخدمی بود که مجبور شد اعتراف کند باردار است، ولی شک داشت چه کسی واقعا پدر بچه بود. توضیح حاشیه: نشانه های هیستریایی وی عبارت بودند از آمنوره، فقدان قاعدگی و افسردگی بسیار که نشانه اصلی بیماری او بود. ادامه متن: بنابراین در اینجا بار دیگر عدم وضوحی که رؤیا نشان داد بخشی از مصالحی بود که موجب رؤیا شد، یعنی بخشی از این مصالح به شکل رؤیا بازنمایی شد. شکل یک رؤیا یا شکلی که در آن رؤیا ورزی می شود با بسامد بسیار شگفتی برای بازنمایی موضوع پنهانش به کار گرفته می شود. توضیحات در باب یک رؤیا یا تفسیرهای ظاهراً معصومانه در باب آن اغلب در خدمت پنهان کردن بخشی از آنچه به رؤیا دیده شده است به مهیلانه ترین شیوه است، گرچه در واقع افشایش می کند. برای مثال رؤیابینی گفت که در یک نقطه رؤیا پاک شده بود و تحلیل به خاطره ای از کودکی وی راه برد که در آن او به کسی که پس از دفع مدفوع خودش را پاک می‌کرد گوش می‌داد. یا باز نمونه‌ای دیگر هست که شایسته است به تفصیل آورده شود. مردی جوان
رویای بسیار واضحی داشت که وی را به یاد برخی خیالات کودکیش افکند که در خودآگاهیش باقی مانده بود. او به رویا دید که شب بود و او در هتلی در پاتوقی تابستانی بود. او شماره اتاقش را اشتباه می کند و به اتاق دیگری می رود که در آن زن سال خورده با دو دخترش لباسهایشان را از تن به در می کردند و به بستر می رفتند. او ادامه داد: در اینجا شکافهایی در رویا بود، چیزی مفقود بود. سرانجام مردی در اتاق بود که کوشید مرا بیرون بیندازد و من مجبور شدم با او گلاویز شوم. او کوشش های بی ثمری کرد تا لب مطلب خیالات پسرانه ای را که رویا ظاهراً بدان اشاره داشت به خاطر بیاورد، تا آنکه عاقبت حقیقت معلوم شد که آنچه وی در طلبش بود در تملک خودش بود، در گفتش در باب قسمت تاریک رویا. شکاف‌های تناسلی زنانی بود که به بستر می رفتند و چیزی در آنجا مفقود بود. ویژگی اصلی جهاز تناسلی مؤنث را توصیف می کرد. وقتی که نوجوان بود کنجکاوی بسیاری برای دیدن جهاز تناسلی زن داشت و به این نظریه جنسی بچگانه چسبیده بود که طبق آن زنان جهاز تناسلی مذکر دارند. یک بیاد آوری مشابه از رویابین دیگری شکل بسیار مشابهی به خود گرفت. من داشتم با خانم که به رستوران باغ ملی می رفتم و بعد یک تکه مبهم آمد، یک وقفه، سپس من خود را در سالن یک فاحشه خانه یافتم. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.